افسردگی یا دپریشن خیلی زیاد مارکتینگ کردن در افغانستان، به خصوص به دوستایی که دری زبان هستند، چون اکثریت روانشناسای ما به لسان دری صحبت میکنن و همیشه در مورد دپریشن یا افسردگی صحبت کردن. به عنوان یک سایکیاتریست، نه یک روانشناس، ما بالای افسردگی باور ندارم، به خاطر هر آن چیزی که انرژی مثبت از من میگیره من بالایش باور ندارم، هر آن چیزی که انرژی منفی بر من میده من بالایش باور ندارم. و چرا بالایش باور ندارم؟ من منطقی است به عنوان یک دکتری گپ بزنم؟ بله، چون من دکتر نیستم که زندگی من بر اساس کتابای اروپایی کاپی پیست کنم، بلکه میبینم و ایده تحلیل میکنم بر اساس دینم، و هر آن چیزی که دینم تاییدش میکنه من تاییدش میکنم، هر آن چیزی که دینم تاییدش نمیکنه من نمیتونم تاییدش کنم. من فکر میکنم ما میتونیم خفه شویم، اما ما نمیتونیم بگوییم که افسرده شدیم، چون افسردگی میشه یک بانی باشه به خاطر اینکه ما کار نکنیم. حال مثلا ما بندی میشم و به این خاطر خفه استم، و این خفه بودن ما یک نعمت است از طرف خدا، چون اگه ما خفه نباشم کوشش نمیکنم که از او زندان آزاد شوم، یا ما وظیفه خود از دست میدم و ما به خاطر ازو خفه استم، و اگه خفه نباشم کوشش نمیکنم که یک وظیفه نو به دست بیارم. پس خفه بودن مرا تشویق میکنه به این خاطر که یک کار جدید کنم که دوباره کامیاب باشم. وی بر ما نشان میده که هر زمانی که شما خفه استین، نه افسرده، هدف عمومی از ایشیست که ذهن شما از شما ناراضی است، مغزتان با شما خفه است و مغزتان با شما مشکل داره.